اعتراض پیهم کاندیدان معترض ولسی جرگه کابل با واکنش باشنده های خودخیل روبرو شد. آنان میگویند این اعتراض ها روند زندگی آنان را برهم زده است. ستون زده خلق و وکیلان و جوڑه کلی ده چنن دل تراغلی ده یوه جومه سورازی و گردوری بازار جوڑ کلی نه ده ما ماشوم مکتب تطلی شی نه مدرسی تا درس تطلی شی. ستون ده ده منگ ده ده طول دولت نم خواهش ده چه ده دیو مخنیوه و کوی. که نیشی کوی دولت منگ تا دی خومنده و که چه منگ مخنیوه و کوی. ده ها ایما بند است بچه ایما مکتب رفتن نمیتانه. گونجا کدام دز و دوش شوه او پیره دز و دوش شد. اف نفر ما کشته شد دیگه این نمی دردش با ما سمیالی کدام انتحاری می آیا دیگه معلوم نیست که خیل هستی وکیل هستی رای کی در کشته میشه. کاندیدان معترض کابل از یک هفته بدین سو در برابر دفتر کمیسیون مستقل انتخابات برای ابطال آرا و برگزاری دوباره انتخابات گرد همایی می کنند. من غواړو چې خپل د خلکو د رایو پښتنه وکړو، غواړي چې د ماغو متقلبینو په نفع باندې لیست اعلان کړي. کابل انتخابات باید لغوه سي او له سره یو شفاف انتخابات وسي، او کوم دا نه کېږي د ولس او د دولت ترمنځ به ډېر زیات واټن پیدا سي. اما عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید کار روی نتایج نهایی حوزه کابل به شدت ادامه دارد و به زودترین فرصت نتایج اعلام خواهد شد. مواردی که مطرح میشه به او حد نیست که کل پروسه زیر سوال بره و تصمیم جدید کمیسیون شکایت انتخاباتی معقول ترین راهی بود که ما را به نتیجه نهایی میرسانه. انتخابات ولسی جرگه در 28 و 29 میزان سال گذشته برگزار شد. اما با گذشت حدود 7 ماه هنوز هم نتایج نهایی آرای حوزه کابل معلوم نیست. ولی باشنده های خودخیل از این کاندیدان معترض می خواهند تا دیگر در محل بودوباش آنان تظاهرات نکنند، در غیر آن با واکنش تند مردم محل روبرو خواهند شد.